مهاجرت غیرقانونی به کشورهای اتحادیه اروپا در 8 ماه نخست سال جاری به طور کلی کاهش یافته است، اما تهدیدهای سیاسی و خشونت علیه مهاجران همچنان در حال افزایش است. در کشورهای مختلف اروپایی احزاب راست افراطی طرفدار سیاست‌های ضد مهاجرت در انتخاب‌ها موفقیت‌های کسب کردند و همین مسئله زندگی را برای مهاجران سخت‌تر کرده است. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. با وجود افزایش تنش‌های سیاسی و رویکردهای سخت‌گیرانه‌تر کشورهای اروپایی نسبت به مهاجران، آمارها نشان می‌دهد که مهاجرت غیرقانونی به اروپا در سال جاری کاهش یافته است. این کاهش به ویژه در مسیرهای مدیترانه‌ای قابل مشاهده است. دلایل این کاهش را می توان در اقدامات سخت گیرانه کشورهای مبدأ مانند تونس و لیبی و افزایش کنترل‌های مرزی در اروپا و نیز شرایط سخت‌تر مسیرهای مهاجرتی جستجو کرد. با این حال، این کاهش به معنای پایان بحران مهاجرت نیست، بلکه نشان دهنده تغییر مسیر مهاجران به سمت مسیرهای جدید و خطرناک‌تر است. شرق مدیترانه یکی از مسیرهای پرکاربرد شبکه‌های قاچاق انسان است که طبق گفته مقام‌های یونانی، قایق‌های سریع به روش‌های فزاینده‌ای تهاجمی برای جلوگیری از کنترل‌ها و هدف قرار دادن جزایر دورتر از ساحل ترکیه در مرکز دریای اژه استفاده می‌کنند. یکی دیگر از این مسیرهای جدید مسیر آتلانتیک و جزایر قناری است که با وجود خطرات بسیار زیاد شاهد افزایش قابل توجهی در تعداد مهاجران بوده است. با وجود احساسات فعلی ضد مهاجرت، جمعیت روبه پیری اروپا، کاهش نرخ تولد، کمبود نیروی کار، نیاز به کارگران مهاجر را برای حفظ حقوق بازنشستگی و تقویت رشد اقتصادی افزایش داده است. همچنین تا زمانی که مهاجران در کشورهای خود فرصت شغلی نداشته باشند، خروج آنها ادامه خواهد داشت. علاوه بر معضلات گفته شده، مسئله بی‌ثباتی و درگیری روبه رشد در برخی مناطق آفریقا، خاورمیانه و آسیا که میلیون‌ها نفر را آواره کرده است را بایستی به این مسائل افزود. در مجموع کاهش مهاجرت غیرقانونی به اروپا نشان می‌دهد که سیاست‌های سخت گیرانه تا حدودی مؤثر بوده است، اما این کاهش چالش‌های جدیدی را نیز ایجاد کرده است. برای حل این مشکل نیاز به رویکردی جامع و مبتنی بر همکاری بین‌المللی است که هم به منافع کشورهای مبدأ و مقصد و هم به حقوق بشر مهاجران توجه کند. از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای لحمی سلام و عرض ادب. آقای لحمی، گزارش را با هم دیدیم، با توجه به تجربه خودتون در زمینه مهاجرت تحلیل خودتون را در این زمینه بیان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما همگان محترم شبکه جامعه آبان می‌خواستم سلام کنم. مهاجرت در یکی از دردناک‌ترین کلمه‌ای است که می‌تونه هر بار در خاطرش اینو بهش بپردازه، اما یکی از عوامل بسیار سخت و بسیار مشکل در زندگی هر فردی مهاجرتی که ثبت شده، اونهایی که در قالب این مهاجرت بودن. اما عوامل هایی که یک شخص رو به واسطه اعتقادات سیاسی، مذهبی و اقتصادی مجبور میکنه به مهاجرت، علل خصوص به صورت غیرقانونی از مرزهای تحمیلی، رو ما باید در نظر بگیریم و بسیار هم دشواره. حالا اگر اتحادیه اروپا یا بقیه کشورهای مهاجرپذیر میخوان که این حجم از مهاجرت غیرقانونی گرفته بشه، باید بهبود سیاست‌های داخلی هر کشوری از لحاظ اقتصادی، اجتماعی تقویت پیدا کنه تا موج مهاجرین کمتر بشه. پشتیبانی از کشورهایی که مبدأ مهاجران هستند، مبدأ مهاجران مانند کشورهای مثل افغانستان، پاکستان و از لحاظ سیاسی که کشور خودمون باید افزایش پیدا کنه و آمادگی برای مدیریت بحران‌های کشورهای مهاجرپذیر هم
باید به افزایش بشه تا بتونیم موج غیرقانونی مهاجران با این همه خطر رو نسبت به کشورهای اتحادیه اروپا کاهش بدیم. بله، با تشکر از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.